داخل این ویدیو پریناز و پیام مهمونمون هستن. این دو نفر همدیگر تا حالا ندیدن. امروز قراره کنار هم بشینن و با هم صحبت و بحث بکنن. اولین چیزی که تو ظاهر اون آدم به چشت میخوره. چند تا مثلا رابطه چتی داشت؟ تش کرده. واسه اثرش با میکنه. تا ببینن به هم میخورن یا نه. در انتها به هم دیگه نمره میدن و دیوار بینشون برداشته میشه. قبل اینکه ویدیو رو ببینیم حتما دکمه لایک رو بزن و چنل منو ساب کن. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدین به کاره. به چی؟ کاباره. اسم برنامه رو بهت نگفتم. من نگفتم. منو فقط همینجوری برداشتن آوردن. زورکی اومد. نه زوری که نبود ولی خب. خوبم. شما چطوری؟ شما چطوری؟ از شما سوال پرسیدم. آها با منه. اسم شما ببخشید. آی وایس وایس یه چالش داریم قبل شروع. اگه یه حیوان بودیم غیر انسان، چه حیوانی خودتون رو انتخاب می‌کردین؟ و اونو بگین که مثلا اسم من الان اونه دیگه. پلنگ. گربه. گربه. بس امروز گربه و پلنگ با هم دیت دارم. اوکی چون جفتشون از یه خانواده هستن. گربه سانه. خب بچه‌ها سوالی خودتون ندارین برای شروع؟ رنگ مورد. مشکی. چی؟ زیاده رنگ‌های مورد علاقه هم. یه دونه نیست. یکی شو بگو. انبه‌ای. چی؟ چقدر از انبه بدم میاد. عاشق انبه. اصلا میوه فیوریت هم انبه است. وای خیلی بدم میاد. اصلا نمیتونم. ببین یعنی مثلا ترکیب موز و انبه و شیر و اینا. وای گوشم اذیت میکنه. من اصلا ایفل انبه میزنم تو ماشینم انقدر که خوشبوه. یه مرفیه؟ نه انبه به نظر بعد انبه هم صفر و صدیه، یعنی یا خوشت میاد یا بد. آره آفرین. یا خیلی عاشقش، خیلی دوستش داری، ولی من کلا چیزای فارسیم نمیاد. تروپیکال خیلی دوستم. چی میشه؟ استوایی. چیزای استوایی خیلی هستم کلا، کشوراشو، آب و هواشو، فرهنگاشو، میوه‌هاشو. انبه رو فرید متاسفانه دوست نداره. گربه جون خب میوه چی دوست داری؟ میوه پرتقال. خیلی پرتقال دوست. تامسون شما ساری. میدونی که بهترین پرتقال تامسون ساری داره. ببین من چون خیلی رژیم میگیرم بعد عاشق میوه‌ام، یعنی چیتمو کلا میوه میکنم. چیتمو کلا میوه میکنم. خیلی قند داره که. نه آخه چیت میل میگن دیگه. چیت میگن. آخه یه چیز خیلی نرمالی. بعد میوه رو خیلی، من میوه رو دوست دارم. یعنی اصلا میوه بازم. بعد تامسون شمال مخصوصا ساری خوبه. حالا شما که پرتقال خوری تامسون ساری حتما. بعد ساری میکنه یه کارتون. بعد پرتقال جنوب هم باله. کم آبه. همچنین خشک. من انگار تره باره. همیشه میری سرده دوار میوه صحبت میکنی؟ نه اولی موره. خب از غذای مورد علاقت برام بگو. ایرانی یا خارجی؟ چه سبک غذایی دوست داری؟ ایرانی بیشتر دوست دارم. خودت میتونی درست کنی؟ من بازم اینم برمیگرده به چیزم، به اون رژیم گرفتم. من چون اکثرا مرغ و برنج و مثلا چیزای اینجوری میخورم، زیاد غذایی به جز اینا بلد نیستم درست کنم. ولی خب مرغ رو به مدلای مختلف درست میکنم، گوشتم به مدلای مختلف، پاستا اینا. ایرانی نه، هیچ غذای ایرانی به جز املت نمیتونم درست کنم. ولی من آشپزیم خیلی خوبه. خیلی منم آشپزیم خوبه ولی خیلی به خودم افتخار میکنم تو آشپزی. من نمیام آشپزیم خوب باشه. نه تو میام. من خیلی آشپزیم میشه. از غذا بیام من گشتم شد واقعا. آره میخوای بریم توی خود لایف استایل. لایف استایل. آره تو ساعت چند بیدار میشی مثلا؟ من مجبورم که صبح زود بیدار بشم. بذار حدس بزنم مثلا چی کاری؟ بعد بیدار میشی تو خونه کار داری؟ مرسی. این چیه؟ نه تو خونه کاری ندارم. یعنی بیرون شاغلی؟ شاغل نیستم. کلا شاغل نیستی. تو فهمی میکنی پلنگ چی کار است؟ تو یه ذره راهنماییش کن. شغلت به آدما مربوط میشه؟ آدما و حیوانا. و چقدر توش خلاقیت هست؟ خیلی خیلی وحشتناک. شما فکر کن با یه شاید بگم 1001 مدل ابزار سر و کار داری که هر ابزار خودش مثلا 2-3 کار میتونی ازش بخواد. خیلی خیلی اصلا نمیشه بهش. بعد هیچ چیزی شبیه قبلی یا بعدی نیست. پزشکی به جون آدم ها به بستگی داره؟ چون گفتی هم آدم ها هم حیوان ها سر و کار داری، گفتم شاید مثلا دام پزشک باشه. چون هم آدم ها رو میبینه، حالا ارتباط داره باهاشون، هم حیوان ها میان نه، پیشش. نه پزشک نیست. فکر نکنم بتونی حدس بزنی. چرا اگه راهنمایی کنم میتونی؟ یه راهنمایی بکنم. نجات یکی از کارامه. شناگری؟ نه ولی شنام خوبه.
نجات آتش نشان یو درسته تو آتش نشان ایوال خیلی خوبه طالبا آتش نشان تو در ارتباط بود ای ببخشید من پامون نه اصلا از نزدیک ندیدم آتش نشان الان میتونی چند دقیقه دیگه پشت دیوار میتونی ببینی یه روز که بیدار میشی چی کار میکنی؟ خب من اکثر روزا زود بیدار میشم چون گفتم بیرون از خونه کار دارم باید برم دانشگاه و مجبورم که زود بیدار شم اصلا مورنینگ پرسن نیستم بچه ها مورنینگ یعنی صبح پری به اجبار فقط درس میخونم ورزش میکنم کار خاصی دیگه انجام نمیدم چه ورزشی؟ من باشگاه میرم بدنسازی کار میکنم تنیس هم گاهی اوقات بازی میکنم تنیس؟ بله احسن دانشگاه چی میخونی؟ تربیت بدنی کدوم دانشگاه؟ آزاد کرج ما هم رشته ایم پس یعنی من خب 98 99 از اون دانشگاه آشنا فقط در نیم الان یعنی درس میخونی اصلا من ارشدم هم دانشگاه شهید بهشتی بودم ولی انصراف دادم دیگه 94 اومدم اون دانشگاه من قدیمیه کارم من ورودی 401 هم پس میتونم حس بزنم که اعتمادا متولده سه نفتون نفتیم هنگی 82 شما چطور؟ چند میخوره؟ نه ولی خب میخوام اصلا از ادام با این لحن صحبتش بمیکنید چند میخوره بشه؟ لحن صحبتش 27-8 شما باشگاه میرین؟ حالا دیگه ما یه زمانی باز خودمون تو ورزش برویای داشتیم الان در حال حاضر الانم آره من ورزش اصلیم که حالا از بچگی بازی میکردم اینا فوتبال بود بعد حالا طولانی رده های پایه و اینا خیلی سطح حرفه‌ای بودم بعد تو بوکسم تو کشور مقام داشتم ولی الان واسه سلامتی ورزش میکنم جدی فقط برای سلامتی ورزش سلامتی هم که به باشگاهی میریم میای میگه خوبه یه مسابقه هم حالا میریم من مسابقه فیتنس هم دادم تابستون مثلا ولی هیچ وقت خودم الان دیگه ورزشکار حرفه‌ای نمیدونم دو میدانی خیلی کار میکردم تو تایمی که فوتبالیست بودم الان دوست دارم دوباره شروعش کنم میدانی منم خیلی خوشم چون به نظرم خفن ترین ورزش دنیاست الان از استادای دانشگاه فریب آقایی هستن نمیشناسم سلیمان فلا هست اون هست خوشت میاد ازش یا بدت میاد ازش فؤاد فیض‌اللهی هم کلاس داشتی نه نداشتم اسمش هم نشیده نشیدی معاون دانشکده است چجوری نمیشناسیش آره رئیس دانشکده کیه نمیدونه بابا باز شما می دانشگاه چی کار میکنید؟ درس میخونم به خدا من همه رو میشناختم اصلا ندید میشناختم چون شما معمولا بخش علمی داستان رو دوست نداری من پاک کردم همشو آقا یه ذره از این صبری داری آره خیلی صبری داری صبری خیلی صبری بعد تندیتتون رو برام در تعریف کنم تجربیاتتون اوکی بگی؟ مشکلی نداره من خیلی ریلکسم ولی من هیچ وقت بدترین دیت نداشتم منم همینطور ولی چرا چرا یهو میری میبینی طرف شبیه عکساش نیست این خیلی بده خیلی بده اصلا میری میبینی اصلا یارو شبیه عکساش نیست پس یعنی چهره برات مهمه تو انتخاب داداش مگه میشه ظاهر مهم نباشه واقعا ظاهر اولین چیزه و واسه آدمی که خودش مثلا ظاهر خودش مهمه ظاهر طرفش هم خیلی مهمه بچه چون میپیچونی اونا رو تو؟ من یه با بچه یادم چیزی پیچوندم گفتم من باید پیرم سر تمرین اون موقع تایم بود که مثلا فوتبال بازی میکردم و اینا فکر کنم 20 سالگی بود 20 21 اینا گفتم من باید برم سر تمرین مثلا ساعت 8 شب بود 9 شب بود باید برم هتل گرفتن یه همچین چیزی گفتم پیچوندم یه نرفتم یعنی مثلا یه رو چیز کردم و خداحافظی کردم و رفتم از ظاهر خیلی واسهش مهمه دیگه حالا میتونم ازش سوال بپرسم اولین چیزی که تو ظاهر اون آدم به چشت میخوره اولین چیزا چیه اون؟ چی خیلی به چشمت میاد؟ نه الان مثلا بذار فکر کنم ها کجای پا؟ استایل پا یعنی ببین اولین چیز که لباس پوشیدنه به نظر من حالا اصلا مهم نیست که طرف مقابل چقدر خوشگله یا زشته
استایل طرف استایل خیلی برد مهم استایل خیلی مثلا میگم مخصوصا این که پاهاش مثلا اگه قدش کوتاه بدونه که باید چی کار بکنه و اگه قدش بلنده هم بازم بدونه که باید چی کار بکنه چون به نظرم خیلی مهمه تو با خود دیگه تربیت بدن میخونی با ورزش میتونی خیلی حرکات استایل پاس کردی آره سوبر تمامی نه به لباس و استایل پا مخصوصا نه که فوت فتیش باشی یه داستان متفاوت آمد دختره اسکینی و بیشتر دوست داری یا توپر حالا از لحاظ اسکینی ترجیحا نه که دیگه یارو چوب خشک باشه ولی خب دیگه اصلا چیز نیست اصلا سمت دختره که پر باشه نه اصلا بامزدگی پسرت بچه هم مهمه مثلا آدم خیلی جدی دوست داری یا مثلا آدم دیگه به اندازه دیگه نه که خیلی آدم بامزه که دیگه به بینمک بودن برسه نه که خیلی جدی تعادل لازمه به نظر من شما چطور؟ ببین آخه چرا اصلا ناراحت شدی؟ دست به سینه شدی؟ به نظر من آخه این یه چیزی نیست که مثلا تو بگی اه دختر بامزه است اه اه یازان اه دختر خوشگه اه در کل که همه چی میانه رویش خیلی بهتره به موقعش بامزه باشه به موقعش جدی باشه حتی اصلا طرف واقعا یه موقعی لازم که آدم به موقعش عصبی باشه تو اصلا با آدمی که جدی نباشه که نمیتونی یه سمت جوک تو نمیگن جوکای طرف متفاوته مثلا تو با یه چیزی میکنی من کلا بامزه بودن یه کانسپت کاملا شخصیه یه موقع میبینی من خودم مثلا یه موقعی اینقدر چیزای بیمزه میگم که بامزه است مثلا شاه الان اومدم یه چی بهتون نه خدایش بامزه نه دروغ نگو یه چند روز پیش گفتی چرا بامزه ای فکرم به زور گفتی مثلا چند روز ببین یه جاهایی اونقدرام جدی نیست ولی به موقعش خب خیلی جدیه مثلا موقع کار و اینا خیلی جدیه موقع تمرین و اینا اصلا شوخی میکنی تو رابطه چیه؟ آیا رابطه باید جدیه یا؟ یا برات فانه؟ برام فانه یعنی توی دوست دختر فابریکم داشته باشی هیچ وقت به تهش فکر نمی کنم یعنی سعی میکنم فانه کنم خوش بگذاریم بریم جلو نه که مثلا میگم خب من دیگه دو سال دیگه تو رو مثلا عقد میکنم من سال دیگه تو رو بردم به مامانم نه میری جلو شاید یه وقت 10 سال طول بکشه شاید یه سال طول بکشه ولی در کل واسه هم فانه به نظرم خیلی هم بخوای به فان بگیری جالب نیست همچنین سکوت میکنه آب نه ببین خب یه ذره 83 میشه چند سالت؟ 19 آره خب منم شاید 19 سالم بود اینجوری بودم 19 سالت بود چجوری رابطه رو فکر میکردی؟ الان چجوری فرق کرده؟ من 19 سالم بود آره خیلی همه چیز رو شاید جدی میگرفتم به شدت چی شد که مثلا این دفعه این فاز توسط راستش رو بخوام بگم یعنی من که دوستامو از دست دادم که دوستای صمیمی وقتی مرد اتفاقی یعنی مرد یعنی اصلا این چیزی که آره خب از لحظه‌ای که این خبر رو شنیدم تا اون روزی که تموم بشه این قضیه خب جز آدمی بودم که تا اون لحظه اونجا بودم یعنی مدام حتی وقتی فکر کنم رفتم برای اون موقع رفتم قبرستون چه چی میگن چی رازش بگم قبرستون چه دارک بود قبرستون نمیگن چه خلاصه که از اونجا یعنی یهو اینجا شدم که حاجی خیلی زندگی با یک ثانیه تمام یعنی تو اگه بخوای جدی بگیری چقدر میره چی میگن انگار کلا رفته سرت اگه خیلی بیش از حد جدی یعنی رابطاتم دیگه جدی بعد ببین چیزی بگم حالا به خانم گربه بگم آتیشی که چی میگن تنده زودم خاکستر میشه یعنی هرچی این آرومتر بره جلو تو خیلی بهتره یعنی اونجوری هم نیسته که بگی مثلا جدی نمیگی خودش پیش بیاد ببین آدم های زیادی هم که یارو مثلا بعد 20 سال 30 سال مثلا کات میکنه طلاق میگیره فلان خب میفهمه بعد 20 سال تازه میفهمه که نه راهش اشتباه یا ما یکم مثلا یه سال میفهمه یکی 10 سال تو باید بری جلو تا بفهمی ولی کلن منظورم این بود که حالا نه که خیلی بخوای همه چیو جدی بگیری ولی شما داری یه تایم میذاری داری با یه آدم ارتباط برقرار میکنی همه چی نباید خیلی واسط به صورت فان باشه میدونی؟ نه داری احساستو میذاری تو اون رابطه صد تا چیز دیگه وقتتو داری میذاری این یه بخش زندگی توه نه ببین منظورم این نیست که مثلا این طرفمو جدی نمیگیرم یا مثلا نه دیگه ولی مثلا بخوای به مسخره بگیری
نه این خیلی کلمه فان شد کلمه خیلی ریلکس میرم جلو. یعنی من واقعا مثلا بعد از 2 سالم طرفم بیاد بهم بگه که ما دیگه مثلا به نظرم بهتر کات کنیم، خب اینجوری نیست که اگه باشه خدافظ برو مثلا من منتظر بودم که تو بری، قطعا سعی میکنم که جلوشو بگیرم. ولی وقتی متوجه بشم که طرفم مصممه تو این قضیه، منم سعی میکنم کنار بیام. منظورم اینه که بتونم کنار بیام همیشه با اتفاقات زندگیم. بعد با چجور وقت میگذرونی با پارتنرتون؟ یعنی پارتنرتو چیکار می سفر میبری؟ باش مهمونی میری؟ چیکار میکنی؟ باش چیکار میکنی؟ یه ذره چیز کنی و رعایت کنی، اونو رو نمیخواد بگیم. نه نه بابا اون که اصلا احتیاج به گفتن نداره. من تقریبا همه کارهایی که با دوستام انجام میدم با دوست دخترم هم دوست دارم انجام بدم. مثلا همون مثلا چی؟ ببین مثلا من گفتم دو میدانی خیلی تمرین میکردم و دوست دارم دوباره شروع کنم، قطعا یکی از پلنهایی که مثلا داشته باشم با پارتنرم تمرین های دو میدانیه، تمرین کردنه. ضمانت میدی؟ 100 در 1000. آخه من دوست دخترم قطعا ورزش کاره. اصلا دختری که برد من حتی رفقای پسرم هم خیر ورزشکار نیستن. آره واسه من، یعنی مثلا من آدم های دوروبرم اکثرا نه 100% ورزشکارم. ولی باید مثل خودت باشن دیگه، آدم ارزش. آره دیگه وقتی من ورزشکار باشم ولی دوست دخترم دوست داشته باشه که مثلا درکت هم نمی کنه یه دراگی مثلا مدام روی دراگی باشه، خب به مشکل میخوری. وقت گذروندن با پارتنر اتفاق خیلی خوبه، یعنی سوال خوبیه، چون من فکر میکنم این سوال ها خیلی سوال هایی که به نظرم ما از بچگی باید از همون میپرسیدن. حالا بچگی منظورم تو مثلا بلوغ و نوجوانی که یاد بگیریم چجوری برخورد کنیم. من خیلی عاشق پادکست گوش دادنم، سریال دیدنم. یعنی تو با پارتنرت بشین یه پادکستی رو تفسیر کنی، تجزیه تحلیل کنی، یه سریالی رو یه تو اپیزود قبلی خیلی خوب بچه ها خوب جلوه میدن تو مثلا صحبت و دیگه این داستان ها، یه سری باور نمی کردن. لیلی جان شما سوار ماشین ماشین چی بود تو ماشین پلی شده بود؟ نه من میخواستم اینو بگم، یعنی اینکه باور کنن مردم، یعنی مثلا هر کیم من به الان مثلا سریال، بعد مثلا سریال رفیق نشی مانکم ببین نمیدونم اصلا کلا سریال های ایرانی من ندیدم، فقط ترکی. ترکی میبینی؟ منفی یک، منفی یک ترکی خیلی دوست. بابا ولم کنی خیلی حال میده. تا حالا تو زندگی 10 دقیقه هم فکر کنم مثلا من تنها سریال ترکیه که میدونستم مهند بود اون مو بلنده اون فرامون رو تکرارشو 3 بار دیدم. وای قطع کنم برای نه ببین مثلا من یه سری آثار فاخر سینمایی هم وجود داره. خب مثلا دوست دارم با مثلا پارتنرم در مورد نجات سرباز رایان بحث کنم تا عشق ممنوع. رد فلگت من چیه؟ یعنی مثلا یه چیزایی که میگی یعنی یارو کنسل میکنه. هیچ چیزی گفتی که شاید عکسش نباشه. رد فلگ من مثلا رد فلگ من یه چیزی بگم شاید حالا مسخره باشه، نمیدونم شاید هم درست باشه. موزیکه، اینکه طرف چه موزیکی گوش میده. من نمیتونم با آدمی که مثلا بهنام بانی گوش میده کنار. بهنام بانی گوش میدی؟ من همه چی گوش میدم. نه من مثلا من همه چی گوش نمیدم، چون به نظرم گوش انسان چیزی نیست که نورت هم خاموش بیخیال. آره دیگه ببخشید شما غذای مثلا بد که نمیخوری که سعی میکنی غذای خوب بخوری. آره یه موقعی هم غذای بد ممکنه. آره دیگه میره عروسی مجبور گوش بدی. مثلا میری سربازه غذای بد میذارن. آره دیگه. من هر موزیکی دوست دارم گوش کنم. خب من دیگه موزیک، خب هم موزیکی که دوست دارم گوش بدم چیه؟ همه چی با هم، یعنی الان باورت نمیشه. پلیلیست ثابت نشون بدم. یه دونه تکنو، یه دونه غیریه ایرانی قدیمی زیاد که مثلا یه دونه وسط رضا پیش رو میاد. پیش خوبه. من موزیک فارسی فقط رپ قبول میکنم. جدیدی ها که واقعا چرت و پرته. خب آقا موسیقی الان چی شد؟ دیر کردیم با هم موسیقی. موسیقی یه ذره مشکل میکنی تو کنم. آره مثلا از سریال معلوم بود. از سریال که میتونم به نظرتون یکی برای چی نباید باهاتون دیت کنه؟ یکی نخواد با من دیت کنه. آره. خب من رفتار چماخی ندارم. تو هم نداری آقا پرنگی؟ چرا؟ من قطعا اخلاق بد دارم. من اینشو نداشته باشم. خب برامون بگو. دارم فکر میکنم اینو اخلاق بد کدومشو بگو؟
من چون خیلی اعتماد به نفس دارم یه مقدار خودشیفتگی هم دارم، ولی به صورتی نیست که طرفم آزار بده، نه آزار دهنده واقعا این کار نمیکنه. یکی منو نشناسه بگه اه این چقدر مثلا با خوش حال میکنه، چه جور علاقتو نشون میدی؟ من چشام حرف میزنه. بعد نه من خیلی تو این کار استادم اصلا فکر نکنم دیگه بیاد همچین کسی. شما دیگه من اگه خودم طرف نباشه واقعا نمیبینم. من علاقمو زبونی نمیتونم نشون بدم. من رفتاری کلامی رفتارم اینو نشون میده. زبونی چه پکیجی هست؟ من اصلا با چه من انقدر بچه آیدی پیام میذارم ادبیاتم در ابراز کردن علاقه خوب و قوی، چون شعر و شاعری زیاد گوش می یعنی گوش که میخوندم الان خیلی وقته که و خوب مثلا این کارو میکنم، یعنی واقعا میتونم زبون چرب و نرم میدارم. آقای فردوسی پسر بور دوست داری مثلا پسر مشکی؟ پسر چش ابر مشکی دوست دارم. جدیدن همه موف کردن سمت مشکی. آره بور حالا بعد پسر مو بلند یا مو کوتاه؟ جفتش باله. مو کوتاه یا مو بلند؟ مصری چی میشه؟ مصری؟ هم مثلا زوره خواهی نبود بلوند یا مشکی؟ بلوند یا مشکی؟ در کل دختر مشکی، ولی خب دختر مشکی هم که بلون کرده باشه میتونه چیز خوبی در بیاد. در کل که دختر مشکی اصلا برونز برو بالا. آره سیاه دختر سیاه موی برونز نه دختر سیاه یعنی اصلا سفید اصلا نباشه ببینم زدن فقط واسه دختر دوست داری یعنی چی؟ فقط واسه دختر دوست داری دختر برونز باشه. من خودم همیشه سیاه هم آخه من کلن آدمی هم که نژادتون چیه؟ من کرمان خیلی واسه مهمه که طرف مقابل نسبت به جامعه امروز و دوروبرش چیز نباشه، بی دغدغه نباشه. اتفاقایی که مثلا تو ایران هست، اوضاع و شرایط اجتماعی اینا خب مهمه دیگه. من اوضاع ایران رو حتی دنبالم نمی کنم، دوست ندارم اخبار اصلا دنبال کنم. منم اخبار واقعا دنبال نمی کنم، ولی چیزایی که دور برد اتفاق کلا چیزی هم نمیخوام بدونم. لازم نیست حتی نه لازم نیست. ببینید شما الان یه سوال میپرسم ازت. آقا الان یه سوال میپرسم که اخبار رو دنبال نکردی ولی این خبر رو داری. 3 میلیارد دلار مثلا ارز دولتی توی کارخونه چای دبش گم شده، درسته؟ نه اگه میدونستم الان داری میگی نمیدونم. نه خودش میدونست. چرا یه چیزایی تو استوریای دوستام دیدم. خب پس ما اصلا این که ببین ما داریم تو خاورمیانه زندگی میکنیم، ولی بیشتر هیچ وقت نمیرم دنبال کنم. ببین ما داریم تو خاورمیانه زندگی میکنیم، اصلا نمیتونیم بگیم که من برام مهم نیست و فلان و اینا. خاناخات با زندگی تو عجین شده. پادشاهی که تو تاریخ ایران دوست داشتی کی بوده؟ جدی دارم قرآن واسه به خدا برام مهمه. کتفو من تو میگم من هنر دوست دارم. کارهای هنری دوست دارم. خب بالاخره تاریخ چه هنر. خب تاریخ هنر شما که تاریخ میخونی تاریخ هنر داری دیگه، یه درس داری اسم تاریخ هنر. من اونو همینطوری پاس کردم. نش کرده. بس اثرش با هم میکنه. خب دوست ندارم. تو دوست داری قابل احترام. من دوست ندارم. الان خب مثلا رندوم بخوای به این سه تا پادشاه مثلا خوب تو ایران. یه ورزشی که الان نمی کنی ولی دوست داری در آینده بکنی چیه؟ دو میدانی. چه ماده ای؟ استقامت. پیام خداست. بعدتر برمیدوست رو. چند تا مثلا رابطه جدی داشتی؟ تو خب سنی نره فکر نمی کنم زیاد باشه. الان یه میگه پنجتا پرچام میریزه، یه میگه پنجتا پرچام میریزه. سن یه عدده این از این نه من اینو قبول ندارم. زیر 10 تا. زیر 10 تا رابطه جدی؟ آره شاید 5 تا یا 6 تا. یعنی یه چیزی که واقعا بهش بگی رابطه، یعنی مثلا بگی من با این طرف تو رابطم، یعنی مثلا رابطه یعنی بگی یارو دوست پسرمه، یارو بگی آدمایی که باشون حالا ارتباط مثلا وجود داشتم، یعنی پسر، یعنی مثلا طولانی نه قطعا که نتونستم با این تعداد آدم رابطه طولانی داشته باشم. نه ببین حالا طولانی هم نه صرفا طولانی ترین رابطه چه بوده؟ به قدمت نیست به قدرت. یک سال و نیم. تو چی باید؟ من چون براش فانه فکر کنم مثلا 3-4 ماه. اتفاقا من فاب باز بودم. فاب باز اصلا آدمای فاب باز به این درجات الهی میرسن. من 2 سال داشتم، 1 سال داشتم، 2 تا 2 سال داشتم. آره
دو تا دو سال داشتم یه سال. ببین دو سال اول یکی میگم دو سال یه تک نبود مثلا اینجوری. ولی دو سال آخری که میگم دو سال یه تک بود. مثلا بدترین تجربه‌ای که داشتی از رابطه یه این یه رابطه‌ای هست که شاید تو ذهنت الان بیشتر از بقیه باشه. خب که قطعا هست. 100 درصد. بدترین قسمتش مثلا چی بوده که الان کات شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که کات شد؟ میشه گفت خیانت. این چرا هر کی میپرسه میگه خیانت؟ این چیزی بدتر از این دیدی؟ ببین خیانت چیه؟ یعنی دلیل اشتباهیه؟ نه چرا همه خیانت میکنن؟ منظورم اینه مثلا آره مثلا تو میگی چرا با دوست دختر کات کردی؟ مثلا من میگم که مثلا میخواست مهاجرت کنه مثلا. این یه چیز خوبه. حالا باز میگه کات کردن خوب به نظر من. یه موقع هست مثلا میگی که اخلاقامون دیگه به هم نمیخورد. اینم خیلی مثلا منطقی، اصلا تو نسل ما نشده تقریبا، نمیشه اکثرا. یعنی یه دعوایی هست دیگه، مثلا یه بد و بیراهی تهش هست یا یه سوزوندنی هست. منظورم اینه، حالا نمیگم همیشه ولی اکثرا. ولی معمولا میگم مثلا همه میگن خیانت، خیانت کرد، خیانت دید. همارش زیاد شده دیگه. چرا اینقدر خیانت میشه؟ زیاد شد. شاید نمیدونی. اینم ببین بدترینم این بود که به طرفم حس داشتم و با طرفم میتونم بگم مثلا زندگی میکردیم و فلان و اینا. من یه جوری بودم که الهام بخش و الگوش بودم، بعد از یه جایی بعد یه من گذاشت کنار و رفت به سمت یه سری چیزهای دیگه که اصلا نه تو لایف استایل من بود نه اون. ناراحت شدم که دیدم اینجوری کات شد. دوست داشتم شاید این اتفاق نیفته، چون شاید که نمیخواستم این اتفاق بیفته. همه آدم ها عوض میشن، ولی مهم اینه که عوضی نشی. اگه میتونستی یه دون از اشتباهات تو گذشته رو جبرانش کنی یا دیگه انجامش ندی؟ هیچ، همه یعنی... اشتباهام کار درستی بوده. اصلا پشیمون نیست؟ اصلا پشیمون نیست. یعنی قبول میکنی؟ اگه اون کارو میکردم الان اینجا نبودم. زندگی کرده دیگه اشتباهاتش. تا همینجوری فکر کنم، گویا همین داشتیم گفت. تا حدودی، ولی من مثلا اگه بخوام برگردم به گذشته، شاید خودمو بیشتر دوست می‌داشتم. نمی‌دونی به نظرم. خیلی جای افسوس خوردن نیست. آره خب، ولی تا همین جاش هم من میگم کاش خودمو بیشتر مثلا. نه، 19 سالگی آغاز زندگیه واقعا. اصلا همون از 19 شروع میشه دیگه. از بین خوش میگذره، بین 20 تا 25 واقعا یه چشم به هم زدنه واقعا. یعنی اینقدر سری میگذره. ببین من بگیرم آخه یه جوری باید چقدر اینه همه شما فرق داره. پشت صفحه که خالیه نمره بدین به چیزی که شناختین، یعنی فهم میکنین با این شناخت از چند؟ از ده. داداش این کارو کار قضاوت کنم، کار خودت سارا، تو امروز خدایی. یعنی نه مچ بودن نمیخوام قضاوت کنی، مچ بودن با هات به فرمایشتام شده. تو 24 سالی آقا این جدیده این ویدیو به فرمایشتام. چه آدم های سمیم و ساده کرده. تو از اون نمره در داده؟ به این دو تا عدد گیر کردم که اصلا هم نزدیک هم نیست. ولی یه چیزی بگم، برعکس من که سخت راضی میشم، تو راحت راضی میشی. یعنی با ادله میشه راضی کرد. تو آدم منطقیه. منم منطقیم راحت. ولی اتفاقا من اینقدر من منطقم برنده است. مثلا منطقم برنده است. آره اون روی جدی ما. بله خوب شد کرد که اونجا نوشتی. حالا برگردون این سفر رو، فکر میکنید دیتتون چه شکلیه؟ واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. من فکر میکنم خانم شماره یک اینجاست. خانم شماره یک بین یک و سه مونده. من میگم یکه. من میکنم یکه اینا. دوست دارم شدید و مدت مدید. ازتون تقاضا میکنم که یعنی مسابقات شده، صندلی اینوری کنی پشت به دیوار باشه. حالا صندلی هم میتونی.
بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. قبل اینکه برین ادامه ویدیو رو ببینین، اینو بگم که دمتون گرم که از سگ ویدیو من خوشتون اومده. کاری که شما میتونین برای من انجام بده و من کمک میکنین که چنل سابسکرایب داشته باشین و اینکه چون ساب خیلی از بچه‌ها میپره، چون فکر میکنن شما باتین، شما رباتین، یه کامنت انگلیسی برام الان بذارین زیر ویدیو. دمتون گرم. و پیج اینستاگرام و پیج اینستاگرام و اینامون رو میذاریم که اینجا ما رو دنبال کنیم، اونجا خبرهای ویدیوهای بعدی رو میذاریم. دمتون گرم. نمیدونم. 3 2 1 برگردیم. سلام. خودش هیچ کدوم نبود. کدوم بود؟ بده برگه ها رو بشین. اینمش کدوم نبود. اینجا خیلی فرق داشتی شما، بفرما. آره هیچ کدوم نیست بابا. چاپ آقا اسپانسر میشه چاپ. آقا این کدومه؟ وسطیه. این کجا شبیه وسطیه؟ نه بزرگ شده اساسا، عکس خیلی بده. آره اینجا که موفرفری بوده. مواد فره؟ مواد بلند بوده. آره آخه این دوتا خیلی شبیه همه. من اصلا نشدم، یعنی گفتم بعد بهم گفتم کدومه. 2 از 10 من خواستم 4 بدم. تو چند دادی؟ 6 از 4؟ ولی 10 دیگه. ولی گفتم چون ورزشکار تنیس. خب یه ذره نزدیک شو، یه ذره میای این ورتر. آها چرا دو؟ چطور چرا دو دادی؟ اون دونمبر به خاطر اینکه دو میدانی دوست داشت شدم. من خواستم 4 گفتم به دو تا دادم. 5 اینجا بودم که نه نصف نصف اوکی نیست. اصلا بگی نصفه یه چیز نصفه یه چیز یه ذره چیز میشه. بعد بدونید. آره آفرین. ولی من دقیقا نمیدونستم که با چی اوکی هم با چی اوکی نیستم. دنبال 4 و 6 بودم. بعد گفتم کلا دختر ورزشکار رو میشه تحمل کرد. 6 رو دادم. ولی اگه ورزش کار نبود، ورزش های خوبی دوست داشت. مثلا دور رو دوست داشت. چشاش هم اصلا نگاه نمی کنی اصلا. روش نمیشه. پسر مرغوز به حیه یه. محافظه کار. روش نمیشه الان نگاه کنی. یه بالاخره مرد باید سر جنم داشته باشه. ضعیفه جاش تو مطبخه. اونجا که این سر میزن روش دیم دیم. مطبخ بود. ضعیفه جاش تو مطبخه. اصلا همچین ذهنیت نمیشه. تو چی؟ نه نمیدونم. دیت دوم که با این عمران نمیری. من یه را سیرم محضر. من یک رو میرم محضر. بعدی رو میرم محضر. مرسی که تو این برنامه بودین. یه باری ببینم آقای خداییش مواد مشکی بود خیلی بزن. نمیگم نمیاد، میگم مشکی بود آقا. بهتر نه خب اعتماد دارم سم بالاست دیگه، مثل خودت که اعتماد به نفست گفتی خیلی بالاست. آره دیگه یعنیست که قشنگ خواهی که دعواز. یه نصیحت رو آقا 24 سال سن 26 سال سن یه چیزی که بگی مثلا آقا رعایت کنی. من داداش من خودم باید رعایت کنم. نمی کنم. این کل رابطه به نظر من مثلا 3-4 تا مثلا رابطه طولانی فاب و فلان و اینا به نظرم کلش اینه که کل رابطه رو بخوای خلاصه کنی یه خط از آخرش. خیلی وقتا تو با طرفت حالا چه احساسی، روانی، فیزیکی، پولی، هر چیزی که توی رابطه دخیله. خیلی وقتا تو 10ی، پارتنرت باید 90 باشه. خیلی وقتا پارتنرت 5ه، تو باید 95 باشی. همیشه 50-50 نیست. و برعکس. اگه این اصل رو بتونی رعایت کنی، که تو رعایت نمی‌کنی. من نمی‌دونم. نه اطلاعی ندارم. شاید هم رعایت کردم، شاید نکردم. بچه‌ها، خوشحال شدم که بدم خودم برعکس بکنم. ببین 7 سال دیگه به حرف من برسه. میبینیم جدی دارم بیا به خدا بگم همسن از داشت کوچیکه من کوچیکتری. اون رفت به حرفای من رسید. ایشالله که تو به حرفای من نرسی. نرسی. بای بای کنی. گود با گود با جمع کنی جمع کنی من درست.